سلام چطوری بچه ها محمد شالی هستم خیلی خوش اومدیم به یه جلسه دیگه از معرفی سایت های مهم و کاربردی برای پرزانتهاتون و خروجی هایی که در واقع میخواید برای دیاگرام و در واقع کلا برای کار معماری بگیرید برین سراغ آموزش قبلش حتما حتما ویدیو لایک بکنید چنل رو سابسکرایب بکنید و زنگوله بغلش رو هم حتما بزنید که هر موقع ویدیوی جدید بر تو آپلود شد براتون نوتیفیکیشن میاد که راحتتر میتونید بیاید و سریعا اولین نفر باشید که ویدیو رو نگاه بکنید و لذت ببرید بریم سراغ آموزش خب بچه این جلسه اومدیم سراغ سایت های مهمی که در واقع استفاده میشه توی خروجی آمون و در واقع سایت ها یعنی نقشه ها و سایت پران ها یا مپ هایی که سایت های مختلف به شکل های مختلف و, و با پرزانت های مختلف به ما میدن که کارمون رو زیبا کنن و کارمون خیلی خوب بشه و به چشم میاد اگه یادتون باشه تو جلسه شیشون بود که پنج تا سایت خیلی مهم و هم معرفی کردم بهتون این جلسه این جلسه رو حتما نگاه بکنید که سه بودی میکنیم کلش شهر رو نمیدونم یه سری سایت های هواشناسی اینا بودش که خیلی به درتون میخورد اینو حتما نگاه کنید که به درتون میخوره و الانم هم پنج سایت دیگه بهتون معرفی میکنم که فوق و خیلی خیلی میتونم بهتون کمک کنن بچه اولین سایتی که هستش این سایته من لینک های کل این سایت هایی که این پنج سایت رو میذارم داخل دیسکریپشن از اونجا در واقع میتونید رو داشته باشید و بزنید روشو و برید داخل سایت ها و استفاده بکنید یا همین داخل کرومتون یا فارفاکستون در واقع بنویسید براتون این سایت رو بالا میاره بچه ها این سایت یه سایت خیلی جذابیه بذاری من دوتاشو با هم دیگه باز کنم شما ببینید بیایی بچه ها تمهای مختلفی داره برای نمایش نقشه هامون میبینید شما از هر تمی که دوست داشته باشی اینجا ای اکسپلور هم فکرم داشته باشه میبینید چیزهای مختلف اینجا برامون داره و بعد به نظر من فوقلاده است و همه می‌تونن استفاده بکنم مثلا کنید کنید اینجور ارائه, خ... ارائه, ها خیلی جذابه دیگه مثلا می شما تو گوگل مپ من گوگل مپ رو این کنار باز کنم بینید شما اگر اینجوری بیایید حالت گوگل مپی اینجوری بیایید تحویل بدید این تهرانه حالا جای دیگه فرق نمیکنه به تکراری شده اینا و همه استفاده میکنه از اینا و یا این به این شکل این تما بچه اصلا دیگه یه بگم منسوخ شده یعنی که منسوخ نه یا چه بگم یه جور خز شده ببخشید اینو میگم و دیگه, دیگه, دیگه همه استفاده کردن دیگه واقعا جالب نیست و بعد به نظر من از این سایت هایی که به صورت گرافیکی و با رنگ های مختلف اونش میاد به خیلی جذابه حالا شما میتونید رنگش رو اینجا داشته باشید و چیزهای مختلف و با تم های مختلف میتونید در واقع اینا رو کاراتون رو در واقع پرزانته بکنید اینجا میتونه کاستومایز کنید مثلا طبیعت رو بیارید نمیدونم پارکا داشته باشه هر چیز دیگه شما در واقع میتونید اینجاها داشته باشید و با کلی تنظیمات حالا من دیگه تنظیمات اینا رو دیگه نمیگم چون دیگه خیلی زیاد میشه و اینا رو دیگه خودتون دیگه بلدید دیگه چی رو کار کنید این هم حالا خود, خود گوگل مپشی که در واقع راحت میتونید استفاده بکنید و نظر من خیلی جذابه، حتما حتما از این سایت استفاده کنید ببینید اینا هم همینطور خیلی خوبه یعنی شما مثلا کافی مثلا اگه زمینتون مثلا اینجا باشه همین راه ها رو مشخص کرده داخل فتوشاپ با رنگ بندی و لایه بندی خیلی راحت میتونید بیایید و استفاده بکنید و لذت شده باید حالا اینجا میشه دانلود کردش و حالا میتونید ثبت بکنید و داخل سایت برید و راحت تر دانلود بکنید یا اینکه میتونید اسکرین بگیرید و استفاده کنید سایت بعدی بچه‌ها بس این سایت خیلی خوب بود حتما از این استفاده بکنید سایت بعدی اینم هم همینطور به ما یه حالت های خیلی جالبی میده مثلا توپوگرافی نمیدونم بذاری باز بشنا کنید حالا این زیاد اونقدر به درد ما نمیخوره ولی خب یه گرافیک خاصی داره دیگه مثلا ببینید اینجوری گرافیک ها که بیاد کوه ها و رشته کوه ها رو به ما نشون بده خب خیلی کارو میتونه جذاب بکنه با این تم مثلا تو گوگل مپ هم به ما نشون میده همچین چیزی ولی خب با یه تم دیگه این خب به نظر من خیلی جذاب تره و جالب تره و به کار ما خیلی میاد و حالا شما میتونید حالا منطقه خودتون اینجا مشخص بکنید و اینجا میتونید پیکسلش رو درست بکنید و اینجا براتون میاد میک میکنه یعنی که درست میکنه براتون و خروجی میگیره براتون حتما به این سایت سر بزنید این سایت هم واقعا فوق العاده است فکر کنم یه تم دیگه هم داشت آره این تمش خیلی باحال سفیده و فکر کنید بچه‌ها کنید مثلا ما میتونیم دور نزدیک بشیم و خونه ها و جاهایی که هستش رو کامل نشون میده فکر کنید از این قسمت شما یه خروجی بگیرید داخل فتوشاپ پرزانته بکنید مثل جلسات قبلی که کامل در مورد پرزانته نقشه شهری صحبت کردم بریم بچه ها توی این جلسات بذاری من نشون بدیم جلسه صرف یک صرف دو یعنی ورکشاپ صرف یک دو سه چار پنج شیشتا توی این شیشتا من کامل فضای شهری رو پرزانته کردم و به نظر من عالیه حتما حتما اگه نهیدید نگاه بکنید صد درصد به درتون میخوره این ساکت هم پس حتما سر بزنید خیلی جذاب لینکش هم که اینجا هستش و به درتون میخوره دیگه بریم سایت بعدی رو بهتون معرفی کنم که این سایت هم خیلی باحاله بچه ها و به نظر من یکی از جذاب حالا جذاب ترین که نه یه ذره مثلا چی رو بگم باحاله دیگه یه تم خاصی داره برای ما مثلا شما میتونید بیاید از این قسمت قسمت آسیا رو انتخاب بکنی آسیا آمریکا آفریقا نمیدونم حالا جاهای دیگه آره آسیا که حالا خودمون هستیم و انتخاب میکنیم اروپا و جاهای دیگه هم داشتش بریم بچه ها اینه این یه نقشه کلیه خب شما به عنوان مثال راحت میتونید بیاید اینا رو انتخاب بکنیم مثلا میگه روسیه این رنگی بشه اینجا لایبندی داره و به نظر من جذاب میکنه کار رو باز حالا اینجا میتونیم بیاد رنگ شما مثلا بذارید روی آبی مثلا این قسمت آبی کنید اینجا بیایید مثلا نارنجی بذارید مثلا اینجا نارنجی بکنید مثلا بذاریم روی سبز مثلا ایران که اینجا هستش سبز بکنیم اینا یه تفکیک که در واقع کشورهای مختلف مثلا آسیا رو برای ما تفکیک رنگی میکنه و نظرم خیلی جذابه اینا خب میتونیم اون رو برداریم و بوردرز بهش میگن یعنی اون استروک دورشو بعد این مرزه من اینم خیلی جذابه اینو میتونیم بکشو کلا عوض بکنیم اینو میتونیم این خطای دور نقشه ها رو میتونیم رنگش عوض بکنیم که حالا معمولا مشکیه و این قسمت هم لایه بندی ها رو داریم که حالا اسمشو میتونیم بزنیم حالا هر اسمی که بخوایم برای خودمون داشته باشیم و برزم اینا خیلی جالبه حالا اسماشون هم میتونیم این تیکو بزنیم که اسماش بیاد و این جذابیت ای برا ما داره مثلا حتی پترن هم میشه داد به این صورت یه ای سری پترن هم اینجا میشه داد و این قسمت هم اون عقب برمیگردون جلو این یو آی که قسمت هم مثلا دارک داره ببینید خودش یه تمای خاصی داره مثلا خیلی جذاب این و خیلی چیزهای دیگه ای که صد درصد به دردتون میخوره به دردتون میخوره حتما حتما همه اینا رو تست بکنید و خروجی بگیرید ازش برای روند, روند که نه برای پروسه نشون دادن سایت فلان اصلیتون مثلا از کره زمین بیاد هی ریز بشه ریز بشه بیاد مثلا قاره بعد بیاد کشور بعد بیاد شهر بعد اون منطقه‌ای که هستش بعد هی ریز بشی داخل زمین خودتون و استفاده بکنید به نظر من این واقعا جذابه و توی کارمون فوق العاده میتونه تاثیر داشته باشه حالا اینا دیگه بغاش دیگه به خودتون دیگه من حالا دیگه زیاد طولش نمیدم بریم سراغ سایت بعدی این سایت هم فوق العاده است حتما ازش استفاده بکنی که مپ چارت هستش اسمش سایت بعدی بچه ها این سایت رو من فکر میکنم یک بار معرفی کرده بودم ولی خب نمیدونم معرفی کردم یا نه ولی خب به چشم اومد این سایت هم بچه ها تم جالبی داره یعنی که یه حالت مثلا گوگل مپیه ولی یکم مدرن تر رو با رنگ, رنگ های جالب تریه. که حالا گفتم این سایت معرفی بکنم حالا اینجا شما لایبندی های خاصی دارید میبینید راه های مختلف رو نشون میده با رنگ های مختلف این خیلی جذابه نه این سایت فکر فکرم معرفی نکردم الان که اینو زدم دارم متوجه شدم اینو بچه فوق العاده است لایه های خیلی خوشگل مثلا این الان خیلی خوشگل تر است خود گوگل مپه و که حالا اسمش اوپن استریت مپه و به نظر من خیلی کار خوشگل میکنه و شما مثلا اینو یه اسکی شات بگیر روش کار بکنید اصلا محشر میشه و فوق است به نظر من و عالیه اینجا حالا میتونید قسمت مختلف رو با داشته باشید دوست... تو این سایت ها حتما ثبت نام بکنید که در واقع بتونید استفاده بکنی حالا جی پی اس و چیزهای مختلف هم داره که حالا اینو زیاد به درد ما نمیخوره اینجا قاب قسمت سرچشه و همین بذاریم من زوم بکنم ببینم کیفیت چجوریه <تصفح> میرو بچه کیفیتش خیلی خوبه خیلی خوبه کیفیتش بذاریم من اینجا تهران رو او کنید تهران و خیلی خوب آورد تهران واقعا خوب آورد اون زمینایی که هستش و جایی جا که هستش رو به نظر من فوق العاده از این سایت هم پس حتما حتما استفاده بکنید بریم سراغ سایت بعدی و سایت آخر که اینا به نظر من جذابه کلا قسمت‌های مختلف داره لایه های مختلف مختلفو میتونید اینجا خاموشش بکنید با اینا کار نداریم یه چیز جالبی که این سایت داشت بچه ها به نظر من بذاریم من اینو بزنم بیرون اسم سایت سایتش هم ایز مپه این بالا هستش راحت میتونید سرچ بکنید من بزرگش کنم بریم بچه الان به عنوان مثال مم. مثلا میرم این قسمت بزنم نیویورک اینجا که حالا ساختمونه بلندتری داره میخوام نشون بدم بریم بچه این فرقی که با گوگل مپ یعنی سه بودی گوگل مپ یا در واقع گوگل ارث داره اینه که به صورت ایزومتریک نشون میده ساخت اونا رو و البته اونا هم نشون میدم ولی این ایزومتریکش خیلی جذاب تره دقیقا چیزهایی که ما توی کارهای خارجی پرزنت های خارجی میبینیم مثلا ببینید این قسمت به عنوان مثال به عنوان مثال مثلا زمین شما مثلا این قسمته این قسمت این خالی اینجا هستش اینجا خب میبینید یه حالت بازیگونه داره یعنی مثل بازی های ایزومتریک هستش نما کنید من یه زوم میکنم ما کنید همه چی ایزومتریک شد برای من و حالت پرسپکتیوی نیست راحت شما میتونید هاتون اینجا مثلا انجام به اینا همه برسات ایزومتریک و خیلی خوشکله و نما یه ذره زوم جالب میشه حالا اینا میتونید حالا بزرگترش کنید با این و خیلی جذابه مثلا ما فکر کنید زمین شما اینجاست یه حالت ایزومتریک داره جذابه ها و یعنی اگر حالت پرسپکتیو داشته زیاد جالب نبود اینجا فکر میکنم حالا بشه این متنا و چیزهای دیگر رو میشه حالا اینجا خاموش کرد که راحت تر بشه داخل صحنه چرخی دو نا این راحت رو میشه حذفش کرد دورشو بچه ها نکات نکته یعنی جالبی که داره کنید الان حالا من روی این گزینه زدم که حالا نوشته اینا بره ببینید یه حالت گرافیکی خیلی باحالی من اینجا دیدم ببینید راهها و جاهایی که هستش برای شما میتونه هایلایت بکنه و این خودش کلیه به نظر من و عالیه ما خیلی این قسمت پایین شما این راحت میتونید انتخاب بکنید و فضاهاتون رو جدا بکنید از خود فضای شهری و این کارتون رو خیلی میتونه جذاب بکنه نگه در زوم میکنم این نظر من عالیه و فوق العاده است حتما حتما از این سایت هم استفاده بکنید و نمیام بیرون من حتما حتما لینک اون پن... لینک در واقع این پنج, سایتی که معرفی کردم و حتما داخل دیسکریپشن قرار میدم و ازش استفاده کنید و لذت ببرید و همین مرسی از همتون مرسی که تا آخر آموزش نگاه کردید لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره و زنگوله بقر سابسکرایب هم حتما روشن بکنید این ویدیو رو به, بط... به دوستانتون به بچه که لازم دارن حتما حتما معرفی بکنید بکنی. کلا کانال رو معرفی بکنید که بیاد کل آموزش ها نگاه بکنه و لذت ببره و در واقع به, نت... به نتیجه خوبی برسه مرسی از همتون فعلا خدا نگهدار